گروهی از کارشناسان بهداشت روانی اخیره از زاویه جدید آسیب های استفاده افراطی از بازی های ویدئویی و شبکه های اجتماعی در کودکی را بررسی و تحلیل کردند. آنها معتقدند شایدترین نشانه این اختلال آسیب روابط اجتماعی و انزوا طلبی است که سالها بعد یعنی در دوران نوجوانی بروز می کند. گزارشی از شیده رضایی. چارلی تالبوت 14 سال است و مثل بسیاری از همسن و سالاش علاقه وافر و بیحد و حسری به گیم های ویدیویی داره. او باید کارهای مختلفی انجام بده مثلا باید سگمون رو ببره گردش و تو کارهای خونه کمک کنه برای همین هم من بیشتر از دو ساعت به او اجازه بازی نمیدم از این هم میترسم که این بازی ها اعتیاد بیارن تعیین محدوده زمانی مجاز برای بازی های ویدیویی بخشی از گفتگوی همیشگی انجامن های خانه و مدرسه است. البته در نظر گرفتن این مطلب هم مهمه که همه تکالیف مدرسه چارلی باید روی کامپیوتر انجام بشن. Parents... ما متوجه نگرانی پدر و مادرها درباره تغییر رفتار فرزندانشان هستیم و دنبال ایجاد تعادل بین زمان اختصاص داده شده به بازی ها و درس هستیم. در همین حال نتیجه یک پژوهش مستقل توسط نهاد غیر انتفاعی چایلد وایز نشون میده که 58 درصد کودکان در دوران میانی تحصیل احساس تنهایی و انزوا میکنند و میانگین ساعت آنلاین آنها هم بیش از دو ساعت و نیم در روز است. زمان فعالیت های آنلاین همزمان با افزایش سن بیشتر می شود. معمولا در پنج سالگی استفاده از کامپیوتر و اینترنت یک ساعت بیشتر نیست و موجب رضایت و خوشحالی بچه هاست. ولی در دوره نوجوانی احساس و عواطف آنها تغییر می کند و احتمالا بخشی از آن به دلیل استفاده افراطی از اینترنت است. بسیاری از پدر و مادرها معتقدند دنیای در هم تنیده ارتباطات مجازی همبستگی حقیقی خانواده ها و دوستان آنها را کمرنگ کرده. و خانواده تالبوت سعی میکنه این شکاف رو با بازی های گروهی غیر اینترنتی زمانی که دور هم هستن پر کنه. شیده رضایی صدای آمریکا.